ایران ما کهن سرزمین پهناور پارس، دیار شگفتی ها و تفاوت هاست. به موجب تنوع آب و هوایی، گوناگونی اقلیم و جلوه های بی‌بدیل طبیعت، کشور ما به سرزمین چهار فصل معروفه. ناهمسانی و ناهمگونی در این ملک موجب شده که ما نظارگر تنوع بسیار در زمینه های نظیر زبان، آیین ها، آداب و رسوم، معماری کهن، غذاهای محلی، لباس‌های رنگارنگ، صنایع دستی، هنرهای زیبا، بازی‌های بومی و نمونه‌های این چنینی فراوانی باشیم. من مهدی منیری، عکاس، مستندساز، عاشق طبیعت بکر سرزمین مادریم ایران و دوستدار سنت‌ها و فرهنگ اصیل مردمان این دیار، با سفر به مناطق دور و نزدیک همراه و همگام با مردمانش زندگی می کنم تا در مجموعه مستند به نام پارسین زیبایی های نادیده و ناشناخته‌ای که ریشه در فرهنگ ها و خرد فرهنگ های اهالی این سرزمین دارند و امروزه در حال کمرنگ شدن و نابودی هستند رو به تصویر بکشم و به شما ارائه کنم. خراسان شمالی دارای حدود 281 کیلومتر مرز با کشور ترکمنستانه که این خصیصه هم در نوع خودش بسیار با اهمیت و قابل توجهه. اقوام مختلفی که در این استان سکونت دارند شامل فارس، تات، ترک، ترکمن، کرد، بلوچ و عرب هستند که در کنار هم از بزرگترین و اصلی ترین سرمایه های استان خراسان شمالی به حساب میاد. وقتی گروه گروه از آریایی ها مناطق شمالی رو به سمت فلات ایران ترک و عده‌ای به این ناحیه مهاجرت کردند، در همین مناطق ساکن شدن و مراکز فرهنگی و تمدن غنی و بزرگی رو بنیان نهادن. خاستگاه اولیه پارت ها یعنی اشکانیان در همین ملک بوده که از اون دوران آثار و شواهد تاریخی و باستانی زیادی بر جای مونده. اشتیاق فراوان ما برای دیدار با مادر عزیز هنرمندی که در مجامع هنری و هنرمندان صنایع دستی از ایشون به نیکی یاد می‌کنند ما رو به روستای عبدآباد کشوند. امروز دیگه من شاگرد یک اوستای سخت گیرم، اوستایی که به این سادگی از کنار اشتباه من نمیگذره. هر رو کمی اولش گفت اگه اشتباه کنی تنبیه میشید. تنبیه خنده بشید دیگه. کار باید جدی بگیری. اگه کار جدی نگیری باید جدی بگیری. چشم. اگه جدی هم نگیری بازور تو رو مبرن تو جدی. خانم حیدریان از هنرمندان بسیار معروف این استان، یعنی استان خراسان شمالی هستن و از اقوام کرد کرمانجن که طبق منابع مختلفی که وجود داره به این سمت کوچانده و تبعید شدن اقوامشون، اجدادشون و در اینجا ساکن شدن. میدونین داروی برای گلوی من ندارین که اینقدر اینجوری شده؟ دارو چرا؟ دارو سنتی چیز دارین؟ سنتی همین آبیشن خوبه. بعد آبیشن شما چی بهش میگین؟ میگن آبیشن. آنه خب من جدا هست. چند نوع یعنی گلگی ها ما داریم. الان عرق جاجش هم گرفته، مال نعنا، عرق نعنا، عرق نعنا فلفلی. ما الان چند تا گیاه از طرف های شاجهان، ما با حاجی رفتیم کوهای شاجهان. بله کوهای شاجهان رفتیم با چی؟ نیسان.
پر کردیم از علف، هم یعنی میگن 40 عرق ولی شاید 100 تا گله. رو همه اجاقامون آوردم عرقشون دستی گرفتم. خودتون گرفتم؟ بله گرفتم. الان شاید 5 تا 6 تا دبه 20 کیلویی داریم. ماشاءالله. الان هم داریم همه چیز. یا میگن گلتایی، یعنی هر نوع مسمومیتی خدای نکرده داشته باشن مرن هفته هفته بیمارستان مخابن، از همون عرق چلگیا که ما میگیم استفاده میکنن. و یه چیز دیگه هست، آب رو اون علف میشه چی؟ گلتایی. چند نوع علف داریم، میگن گذرو، میگن قشقلاقی. علف منظورت بله، سبزی وحشیه؟ سبزی وحشیه، اسفناج وحشیه، جعفری چی کوهی یا وحشی. بعد همه نوع گلگی ها، یا زیره کوهی. الان زیره داریم تو بازار ولی کوهی نیست، بویش فرق میکنه، ویتامینش هم فرق میکنه. به ما از این چیزا میدیم؟ بله میدیم. الان فطیر درست میکنیم از اونا دیگه، یا کماج درست میکنیم. کماج با همون خمیری که درست میکنیم، هرچی ادویه داریم بریزیم درست. بعد با روغن زرد یا کره اونا رو میاریم، خمیرش آماده شد ور اومد تو قابلمه ما بذاریم. تو قابلمه هم یا کره یا روغن زرد مریزیم، خمیر ما داخل قابلمه. این قابلمه رو زیر آتیش میذاریم. این میشه چی؟ کماچ. روش آتیش میذاریم. بله. خب حالا بریم خمیر ما انجام بدیم. بعدم تا خمیر ما ور بیاد اینه تف بدیم. انشالله سال آینده زنده موندی. انشالله که زنده باشی. انشالله. بعد برای ثبت لباس محلی مردونه تشریف بیاریم اینجا دیگه. اینجا رو باید یه مستند خیلی خوب درست کنیم. پیر شدم حالا دیگه. نه هنوز جوانی. یه وسال دیگرم بیاریم. اینم سفره خمیره که از پوست گوسفنده. چقدر خوبه. خودم صاف کردم، خودم درست کردم. بخدا این خمیر ما هست، خمیر مایه کردی هست، گرمانجی هست. یعنی الان این خمیر مایه من اینگار زبون در آورده. برای چی در آورده؟ انقدر مردم از من حرف زده. مردم پشت سر شما؟ بله، مردم چون از من حرف زده انگار زبون در آورده. این به زبون اومده خمیر مایه. این باید بکنی گوشه بذاریم بندازیم تو آب. جوون من ماشاءالله وارده، شرمنده نمیکنه. آفرین آفرین. باردای حالا تو نونوایی چی نمیزنن؟ الگ نمیزنن. الان خودمون میبینیم چی آشغالا در میشن دیگه. این تازه دو بارم ما زدیم. حالا ببین ما مشت میکنیم، هر یه مشت دو تا نونه. آها. اندازه گیری یه کرده این بود. درست. یه راحت میشه دو تا نون. این یکی. این شد چهار تا نون. چهار تا نون. این شد شش تا نون. شش تا نون. اینم شد هشت تا نون. حالا این شد چی؟ اینم خمیر مایه. ببین. بله. خمیر مایه که ور اومده. نباید از جوشی چیزی استفاده کنی، باید از خود طبیعی باشه که برای معده ضرری نداشته باشه. اینم که هم زردچوبشه هم نمکشه مریضی. چه صدای خوبی داره این آهنگ زدن. آهنگ کردایه دیگه. بله. وقتی دارن خمیر درست میکنن همراهش به خاطر این زیورالات ما یک موسیقی زیرمت هم داریم. رنگ لباس کردها برای خودش فلسفه خاصی داره و اگر رنگ دامن خانوم ها به این رنگ یعنی نارنجی باشه، یعنی سن 50 سال است.
نه این که رنگ بله. دامنشون نارنجی بله. باشه بله. یعنی نامزد داره نامزد داره یا دختر خانومه دیگه اون مشخصه دختر خانومه یا نامزد داره ولی بله. وقتی ازدواج بکنه به این رنگ در میاد و وقتی بالای 70 سال 80 سال بیان رنگ قرمز این تیره تر میشه و از روی این هم سن و سال مشخص میشه همین که اون خانم ازدواج کرده یا نه. خانم هیدریان اسم خیلی زیبایی دارن، اسم کوچیکشون نارگله و تا جایی که میدونیم نارگل یعنی گل انار، درسته؟ بله بله درسته، گل انار میزنی روش؟ بله باید یه نیم ساعتی 40 دقیقه بمونه که ور بیاد. ما به لحچه خودمون میگیم چی؟ هل بیوه هل هل بیوه شما ها مگین چی ور بیاد؟ کرمانج ها به این میگن قلور و اگر بخوان به زبون ما صحبت کنن بهش میگن قلبور. البته من تو فارسی همون علک یا غربیل شنیدم. حالا بریز تو چی تشتی که زیرش آتیش هست یه حالا باید تفت بخوره تبدیل به بجرک بشه. بعضی ها رو میاریم نمک بزنیم شورمزه بشه. بعضی ها رو میاریم چی؟ قند بزنیم یا شکر دیگه شیرین بشه. شما میگین گندمک، ما میگیم بجرک شیرین بجرک یه شیرین بشه. اون چیزی که ما میخواییم درست کنیم یک جور نانه با شیره انگور. اینا قاطی میشن با هم دیگه. همیشه چوپان ها که به صحرا می رفتن چند تا از اینا در جیبشون در توبره هاشون داشتن و بچه هایی هم که می خواستن برن به صحرا یا بچه هایی که اگه می خواستن تحصیل کنن به مدرسه می رفتن این نان تلخان رو مادرها آماده می کردن و به بچه هاشون می دادن و در طول روز چند ساعتی که از خونه دور بودن همیشه یک بمب انرژی داشتن برای خودشون که از اون تغذیه می کردن. این حسابی این پخته قشنگ نشان بدی. البته قبلا تو ساج این کارو میکردیم ما چون ساج ما نمیدونم کی برده نه آورده مجبور شدیم تو تشت. این یک نون دیگه است که مشابه شما در استان دامغان دیدیم و قراره که یک محصول دیگه که از آرد درست میشه در اینجا پخته بشه و اون رو هم ببینیم به چه شکلی قراره که به آخر برسه. البته ما دو نوع فتی رو اینجوری داریم. بعضیا 6-7 تا اینطوری پن میکنیم رو هم مزاری با چاقو یکی دیگه مبریم میشه چند. ولی اصل فتیر مسکه میگن قتلنامه اینه. اسمش هم دوباره گفتم قبل از اینکه ما بخوام بگیم فتیر مسکه قتلنامه بهش میگن یا میگن فتیر مسکه یا قتلنامه. نه میگن فتیر چی بود فتیر مسکه درست کرد میگه قتلنامه بود. فتیرهای دیگه نمیشه فتیر مسکه که در آخر بهش میگن فتیر مسکه میشه فتیر مسکه. من میدونم خوشمزه این جرأت نمی کنم بخورم نه بخاطر این گلوم. نه نه این اشکال نداره ولی فطیر مسکه شاید نخوری دیگه اونو بخوری شاید چی بشه. روغن الان فطیر مسکه هم از همین درست میکنیم. بله الان میریم خونه درست بکنیم دیگه. باید با هم بشیم این درست میشه بعدش تبدیل به فطیر مسکه بعدش تبدیل به فطیر مسکه میشه. بریز بریز این شیره انگور کشمشه. اینه که دیگه ما درست کردی بسته شده مثل حلوا شده. درسته این دیگه این شیره بهترین شیره است. هم زرد مثل عسل هست طبیعی خودمون جوشوندیم از شیره انگور رو با آبش خاطر می‌کنی
قاطع میکنیم داخل این دندون که نرم شده، نرم شده دندون بریانی که نرم شده، بریانی نرم شده. یکی از اون تلخانمان این باشه. آها نگوش که نشده. اینو تو جیب بچه ها میذاشتن به چوپان ها میبردن داخل چوپان ها یا فرض کن مسافرتی مرفتیم بعد با خود ما برمه داشتیم همشه غذا همشه نود. پس این شد تلخان. یه شد تلخان خوردنی فردا مفهمی چیه. الان فایده نداره دیگه مپاشه. آها. چون این باید یه کمی زبر باشه. خب. زیاد سوله نباشه، یه نرم نباشه که داخل مغزش شیره قشنگ نفوذ کنه و نره بشه. الان میگن چی؟ میگن اگه غذاش شب مانده بشه چی نخوری. ولی این هرچی بمونه خوشمزه تر بشه. دوست. چون این برای که گندمش پخته شده دیگه قشنگ تفت دادیم. رسم یعنی رسم رسومی این فتیر مسکه باید چکار کنیم؟ وسطشو برداریم. وسطشونو برداریم. کجا بذاریم این گوشه؟ خوبه؟ اون خوبه. حالا ببین من چیکار میکنم. زیر شکلای چربی کره. این کره چیه؟ کره گاویه. زیر شکلای کره گاوی ریختی الانم بالش هم میدونی باز یلا با این صدای من بس. که امشب اصلا بری نه انشالله که خوب میشه. خانم هیدریان میدونستن که من امروز حالم خوب نیست و تقریبا سرما خوردم. انقدر این مادر مهربانه که رفت جدای از این کاری که ما داریم میکنیم سریع برای من یک سوپ بار گذاشتن که من بتونم امشب از اون سوپ بخورم. دست شما درد نکنه. زنده باشی گوشه جان همه گیتا. آخ چقدر کره. هنوزم کمه. چون این زمان ما این دوره ما زیاد نمیتونم بخورم. اگه نه یه چیه کمه. مامان بیشتر از این بخورم. نه جدا. خب حالا متونی چیکار کنی؟ این رو آتیش بذاری. حرارتش باید خیلی کم باشه. به چی عطری میده؟ چی بوی؟ سبزیاش هم همه کوهی. خب حالا اینو چپ کنم. ببین این فطیر مسکه حالا باید چی بشه؟ چپ بشه برعکس. روغنی دار این برای مزه بده به هم دیگه. این برای خوردنش خیلی حرف ندار. ببینی آره تمام روغن. تمام روغن کره دیگه. کره بخور و کیف کن. به 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 جبس یا سر گلم زیاد داغ هوایم سرد دهنت نسوزه. خیلی عالی شد. حالا نمیدونم من هستم تعریف میکنی یا تعریفی هست. واقعا خوشمزه شد. واقعا خوشمزه. نوش جانت. نوش جانت. لازم به قسم خوردم سر واقعا. نوش جانت. خیلی عالی شد. شما انشاءالله نوش جان میتونید تایید میکنید. حالا بتونید به همه. صدا در نمیاد. این فطیر مسکن ما هم که چی شد؟ آماده شد. چی شده؟ حیف که نمیتونم با این نه انشالله خوب میشی فردا میخوری دیگه. این بمونه اشکال نداره که خوب میشم؟ بله بله. امیدوار باشم؟ نه امیدوار باش. دست شما درد نکنه. در این استان هر کدوم از اقوام و طوایف خصوصیات مربوطه به خودشون رو دارن که از جمله اونها میشه به زبان، آیین‌ها و آداب و رسوم، مذهب، صنایع دستی و برخی مشخصه های دیگه اشاره کرد. از جمله صنایع دستی مربوطه به این استان میشه به گلیم، جاجیم، پلاس، سفره کردی، فرش کردی، قالی و پشتی ترکمنی، قالیچه ابریشمی درو، نساجی سنتی، چوخ بافی و پیتاوه، چارق دوزی، لباس‌های محلی، زیورآلات، ساخت سازهای گوناگون، منبت‌کاری،
معرق‌کاری، نمدمالی و کلاه بافی اشاره کرد. از استان خراسان شمالی سوغاتی‌های فراوانی رو میشه تهیه کرد، مثل صنایع دستی متنوع نظیر فرش و قالی، گلیم و جاجیم، چارق، آب نبات، عسل، انواع گل و گیاهان دارویی و بسیاری از محصولات دیگه. خانم هیدریان، چند ساله که شما شروع کردید به این کار؟ من از 10 سالگی دیگه مشغول به این کارهای صنایع دستی شدم. پلوی مادرمان دیگه این کارهای ما بود. ما 4 تا خواهریم ولی 2 تا دیگه همیشه کارمان این بود. زندگیمون رو این صنایع دستی بود. اینی که داری میبافید گلیم برجسته است دیگه، درسته؟ بله. این نقشش مال کجاست؟ نقشش من خودم ذهنی دیگه اومده ذهن منو دیگه اینا رو کار کردم. از جایی ندیدیم؟ نه ابدایی. جایی ندیدیم دیگه. گلیم برجسته جاهای دیگه شاید داشته باشم ولی تو استان ما نه. اولین نفره که منم گلیم برجسته. اولین نفری که گلیم برجسته بله. کار میکرد چه من؟ یعنی گلیم ما زیاد داریم. درست. گلیم انگوشتی داریم، گلیم سوماک داریم، گلیم شیر پیچی داریم، دیگه داریم. ولی گلیم برجسته نداریم. عبدآباد در جنوب غربی شهر شیروان در استان خراسان شمالی هست و معروف‌ترین آدم‌های این استان خانم حیدریان هستن که با ابداعاتی که در کارشون به خرج میدن بسیار بسیار کارهای ویژه‌ای رو درست میکنن و به مشتری‌هاشون، به هنر دوستاشون، به کسایی که طالب هنر زیبا هستن ارائه میدن. خانم حیدریان، خسته نمیشی از این کار؟ نه، یعنی هنر خسته کننده نیست که. هنر شادیه، هنر روحیه میده. یعنی هنر همه چیزی از توش از طرف دور میکنه. عشقه. چقدر خوب توصیف کردم. واقعا این توصیف دیگه آخر توصیفه. بهتر از این نمیشه شرح داد هنر رو. چه چیزایی غیر از گلیم شما میبافین خانم حیدریان؟ من قالی میبافم. قالی هم میبافم؟ بله، البته بافتن من هیچی، آموزش میدم. درسته. بعد پالاش که میشه فرش میبافیم، بعد 5 میل که کلا باشه، دستکش باشه، جوجوها باشه، لباس محلی مدوزیم، لاف مدوزم، بعد خیاطی کلن انجام بدم، چی پسره چی دختره. خیاطی بله، اونم وجبی. این اون چرخ قدیمی شماست دیگه؟ اون چرخ بله، اون چرخ اولین چرخ شما. اولین چرخه که یعنی 9 ساله بودم اونو گرفتم. 9 ساله؟ 9 ساله بودم اونو گرفتم. قیمتش چقدر بوده؟ قیمتش 275 تومن. نه 275,000. 1 تومنی؟ 1 تومنی. چیز اینجا دارم رب به زندگی شما داره. زیاد بزنین چیه؟ نمیدونم. زندگی نامه، نمیدونم چی بگم خواب. من نشون دادم تو باید توضیح بدین. باش. اگه بدونم. میدونی. مال شما ساخه. نمیدونم. اینه. این یک کیفه. کیفی که داستان داره. کیفی که داستان داره، بله. داستان عاشقانه داره. این دیگه اونجا 10 ساله بودم اینه بافتم. شما خودتون بافتید؟ بله. 10 ساله با نخ چی؟ قرقره. پودش الان اینو رد کردم، این بود دیگه. درسته. ولی اینو کلن با نخ چی؟ قرقره. خیلی نازکه. خیلی. ولی اینا که ما میگیم پشم باشه، اون موقع کانوا مو گفتیم قشنگ تره. اینه که میبینی از روی سجاده درست کردم. آه، نقشش نقش سجاده. بله بله بله. از روی اون دیدی؟ بله. از روی اون، چون از مکه آورده بودم، گفتم نه دیگه این خیلی قشنگه، من خودم اینا رو بزنم برای چی؟ برای کیف. یعنی استفاده میکردی؟ بله. ببین دسته هاشم 2 تا دسته مثل این پاره شده. چقدر ظریف بود این دسته، اینو قشنگ. بعد الانم می‌خواستم اینو دسته بزنم،
چند سال قبل رئیس میراث که آقای رجعتی بود نذاشت. حالا داستان عاشقانش چیه؟ حالا اونش رو نمیدونم. من میدونم. میدونی بگو. من که اونجا بچه بودم دیگه، اونجا عاشقانه نبود که آقای محمدی داره تهمت بزنه. مادر شما انقدر شما رو، مادر آقای محمدی انقدر شما رو دوست داشت، این هنر شما رو همیشه میپسندید، همیشه به پسرش توصیه میکرد که از این خانواده و شما رو براش انتخاب کرده. خدا تعمیر رفتگان بیامرزه اونها. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. پس اولین جرقه عشق با این زده شد که به ازدواج شما با آقای محمدی انجامید. کسی که در 10 سالگی اینو به وافه، واقعا هنرمند دیگه که بعدها اینجور ازش اسم میبرن و ازش یاد میکنن. وقتی که از بچگی بریم، از بچگی بریم، یه تو کار از اینجا قیچی می‌زدن، بعد مداختن قشنگ. اینا همه گلاش چی با نخ ابریشم، همش ابریشم، همش ابریشم. نه این نه، این نه، این پنبه هست، ولی این نقشه که می‌بینی همه چی ابریشم، ابریشم هست. به این گلا ما میگیم چی؟ میگیم کاوک. بعد به اینا میگیم، ما میگیم ایده، شما میگین سنجت، میگین سنجت، میگین چی نمیدونم. بعد به این میگیم چی؟ به این میگیم جاکل. یعنی ببین تو جاکل یعنی چنگه، یعنی چنگه است. به این میگیم ترمانیک. ترمانیک به معنایی که یعنی این گل از ترکمنو یاد گرفته. درست. این میشه گل پرپر، گل پش. به لهجه خود ما چی گلی انداختی، چی نقشی انداختی رو کارت؟ میگه پش انداختم. اینا میشن چشم و گنجشک. درست. اینم که ساده بافیه. چند سال پیشه این؟ این نمیدونم، شاید مال 150 اینطوری چی داره. 150 سال. بله بله، چون این جایزه به جایزه شده دیگه. آه. به اینجا رسیده. ارث رسیده. ارث. بله. حساب کنید توی قطعه به این کوچیکی. بله. چقدر نقش و نگار مختلف. نقش و نگار و همه اسم دارن. اونا علکی ننداختن که بیان ما علکی گل انداختیم بی اسم. نارگل خانوم که به خاطر ابداع و نوآوری های خودش در میون هنرمندان و هنردوستان استان بسیار معروف شده، کارهای صنایع دستی متنوعی داره که در برخی از اونها با سعی و پشتکار خودش و بدون داشتن استاد به موفقیت های چشمگیری رسیده. خانم حیدریان در رشته های فراوانی استاد هستند و هنرشون فقط در زمینه دست بافته های ایشون خلاصه نمیشه. به ویژه آشپزی و دستپخت نارگل خانم در زمینه پخت انواع نان و غذاهای محلی واقعا مثال زدنیه. یکی از امتیازهای اصلی کار نارگل خانم نترسیدن از تجربه کردن موارد جدید بوده که همین باعث موفقیت ایشون نسبت به خیلی از هنرمندان دیگه شده. امثال نارگل حیدریان در این ملک زیاد پیدا نمیشن. کسانی که از قالب سنتی و چارچوب‌های رایج فراتر رفتند و گام‌های بلندی رو برای اطلاع فرهنگ و هنر و صنایع دستی این مرز و بوم برداشتن، ولی به مانند بسیاری از هنرمندان دیگه توجه خاصی بهشون نشده و به نظر فقط در بعضی از بزنگاه‌ها ازشون اسمی به میون میاد و یا از هنرشون بهره میبرن. تنوع کارهای این بانوی هنرمند به قدری بود که باید چند قسمت از برنامه رو به ایشون اختصاص میدادیم تا شاید بتونیم این همه هنر و مهارت رو به تصویر بکشیم. در فاصله 86 کیلومتری شهر شیروان، روستایی به اسم سنجت که برخلاف بسیاری از روستاهای شیروان که از اقوام کرمانج می باشند،
مردم سنجد از ترک‌های استان خراسان شمالی به حساب میان. البته در این استان افراد و روستاهای دیگه هم هستند که از اقوام ترک ساکن در اینجا به شمار میان. برخلاف بسیاری از روستاهای قدیمی، در اینجا سقف پشت بام‌ها هنوز به همون شکل سابق با پوشش کاهگل دیده میشه. ولی رفته رفته بر روی بام‌ها شاهد پوشش ایزوگام هم هستیم. در روستای سنجد، همانند صدها سال پیش، از فضولات حیوانی در کنار هیزم به عنوان یک منبع اصلی سوخت استفاده می‌کنند. به خاطر کمبود هیزم در این حوالی، اگه در زمان مناسب این فضولات جمع آوری و نگهداری نشن، مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد. البته در کنار اینها، نفت سفید هم تا اندازه زیادی احتیاجات روستاییان رو مرتفع می‌کنه. در درون هر کدوم از این خونه ها اتفاقات تلخ و شیرین فراوانی رخ داد و شد خاطراتی برای ساکنینش که الان یا بیشترشون فوت کردن یا به سن سال خوردگی رسیدن و در خونه های جدیدتر زندگی می کنن. چه زوجهای جوانی که بعد از ازدواج ده ها سال عاشقانه در کنار هم درون همین خانه ها زندگی کردن و فرزندانشون رو پرورش دادن. مردهایی که برای دامداری یا کشاورزی هر روز به کوه و صحرا می زدن و زنهایی که پا به پای مردهای زندگیشون کار و تلاش داشتن و در کنار اون با انجام کارهای خونه بستر مناسبی رو برای ادامه یک زندگی آرام فراهم می کردن. Thank you.
گفته الان با لباس قرمز بیزنه منو. راب نرم هست. در طی سالها به مناطق مختلفی سفر کردم و همیشه از کنار گذاشته شدن صنایع دستی در روستاها و مناطق مختلف کشورمون ناراحت می شدم. ولی به نسبت خیلی از نقاط دیگه در این روستا تنوع فراوان محصولات صنایع دستی توجه منو به خودش جلب کرد. مثلا به دفعات زیاد دیده و شنیده بودم که دیگه روستاییان و عشایر به نسبت قبل خیلی کمتر دست به بافت تناب میزنن و سالهاست که از تنابهای پلاستیکی کارخونه‌ای برای امور روزانشون استفاده میکنن. ولی چقدر خوشحال شدم وقتی دیدم زنهای هنرمند این روستا همچنان از پشم گوسفند تناب میبافن و این کار و این هنر کهن امروزه هم در روستای سنجد انجام میشه. بسه؟ خب ساجو میخوای بذار بالش بسه. خوب الان؟ اینها از فضولات گوسفند یا سرگین گوسفنده که در زبان ترکی بهش میگن گمره و ماها در زیر گوسفندها در طویله میمونه و انقدر کوبیده میشه با پاهای گوسفند که چند لایه از اینها تشکیل میشه تا از پاییز شروع میشه تا بعد از عید حدوداً به قول خودشون 13-14 به در که گوسفندها رو میبرن به کوه و صحرا. بعد از اون دیگه هیچ لایه‌ای روی اون تشکیل نمیشه، مدت‌ها میگذره تا اواسط تابستان و اینها خشک میشه و با بیل برشش میدن و میذارن کنار که برای چنین جاهایی به عنوان یک منبع سوخت ازش استفاده کنن. برای من همیشه جذاب‌ترین قسمت‌های زندگی مردمان هر قوم و قبیله‌ای چگونگی پخت غذاهای محلی و طعم و عطر اون غذاهاست. غذاهایی که گهگاه با مواد اولیه خیلی ساده و سالمی که در اطراف محل زندگی همون اقوام به دست میاد آماده میشن و با تمام سادگیشون خیلی خوش عطر و طعم هستن. اون که مشخص خمیره، اون بالاش هم که اسفناج کوهی و وحشیه که با پیازداغ و عدس مخلوط میشه و قراره که ما باهاش یک غذای خیلی خوب و خوشمزه و سبزیجات دیگه غذای سبزیجات درست کنیم. شکلش که تشکیل بشه مشخصه، اسمش هم همون اسمیه که از این شکل میتونید شما حدس بزنید. دستم رو خوش کنم بودتر. اسم این خانوم نگار خانوم خوشاینده، یعنی نگار خوشایند. این چقدر اسم زیباییه و یه چیز خیلی گفتنی در موردشون اینه که از نژاد تات‌ها هستن و پدرشون وقتی بچه بودن به این روستا اومدن، یعنی روستای سنجد، و ایشون هیچی از تاتی بلد نیستن، فارسی هم فقط میفهمن و میتونن جوابمونو بدن. می‌سوزه. خب به من بگیم همون موقع
پشت روش کنم. اینقدر داغ شده. سوزه این. آی داره می سوزه. برش دارم این پخت. این سمتش بهتر. شده روش اینجا حدوداً در ارتفاع 1500 متری از سطح دریای آزاد هست. هوا واقعاً سرده در این شب‌های زمستانی که الان تقریباً سر شبه، ولی خب در کنار اجاق که باشیم مطمئناً گرمتر از فضای بیرونیه. نگاه خانم با اجازتون. ببخشید. همین که بینیم کیپ شده قشنگ بوشو متوجه میشم. همین خوبه. آنون قشنگ گفته. خیلی خوبه. عالیه. این دفعه دیدم کجا میندازم. آخ خیلی خوشمزه شد. اصلا من فکرش نمی‌کنم با چنین سبزیجات ساده و بطری آرد و پیاز داغ و یه ذره هم عدس چنین غذای خوب و خوشمزه و سالمی بشه تهیه کرد. چقدر الان خوب داره میپزه. این هم گیاه اسفنده دیگه، اسپند یا اسفند، درستش اسپنده. بذاریم اینجا که حداقل نما رو چشمون کنن، این که اینقدر دوده بد بیاد تو سر و چشمون. اینم بهتر میشه یا نه؟ خوبیش اینه که آروم آروم داره میپزه. این که قشنگ پخته. ای چقدر داغه. این که شد مال من دیگه، چون از همشون بهتر پخته. این مال منه. بقیهش هم برای بچه های پشت صحنه میپذینشون و اینو من میخورم. خونکشه. نگار خوشایند از تاتی فقط نژادش رو داره و جالبه که فقط به زبان ترکی صحبت میکنه. البته تا اندازه یک کمی هم میتونه فارسی حرف بزنه. نگار خانم اصلا نمیتونه فارسی حرف بزنی؟ نه. اصلا خب نه که متوجه میشه. نه شو گفت. چند تا بچه داری نگار خانم؟ شیشتا. شیشتا خدا ببخشه. نه بابا بلده. من گفتم بلد نیست نمیتونه جواب بده. چند تا پسر؟ پنج تا. پنج تا پسر یه دختر. من دیگه بیشتر از این طاقت ندارم. خب برم سر لقمه خودم. نیوه خانم با اجازتون. نیست. آدم به اون هنوز چقدر داغه. شما بریم پیتزا بخوریم. بعد من قسم بخورم که این چقدر خوشمزه است. تو باور کنیم. از بعد از عید، یعنی در فصل بهار، مردم به کوه و صحرا میرن و سبزی‌های وحشی مثل این اسفناج وحشی رو میچینن. بعد میرن داخل خونه‌هاشون اینا رو داخل فریزرها نگه میدارن تا الان که فصل زمستونه، یعنی بعد از 7-8 ماه همچنان دارن و ازش استفاده میکنن. Yeah.
دیروز به دنیا آمده ره؟ نه 6 روزه 1 هفته عمرشه دیگه تقریباً. چو ببینمت. نافش هنوز در نیومده. پر پیش موانت دیگران میتونی بودیو در بعضی اوقات مش رو 2 نفری میزنن و در بیشتر وقتها 1 نفر است که پشت مش پای میسته و مش رو میزنه. اگر اون 1 نفر باشه بایستی برسه به سر مش، به سمت سر مش و اون سمت رو نگه داره که بالای مشکه، قسمت ورودی مشکه، تا ازش کره و ماس بیرون نریزه. باید به درجه حرارت هوا نگاه بکنن. وقتی که هوا گرمه یه ذره آب سرد آتیش میکنن و وقتی که هوا سرده بیشتر آب گرمتر رو بهش اضافه میکنن. این چیزی که ما بیشتر الان شاهدیم اینه که در روستاهای دور افتاده هم از دستگاه‌ها دیگه استفاده می‌کنن برای اینکه کره بگیرن از ماست و مشک‌ها دیگه کاملاً داره از بین میره و جاشو داره به دستگاه‌های جدید میده. این قسمت سرشی که تو دست راست من قرار گرفته فشار میدم که ازش بیرون نزنه. از این بالاست که ماست رو می‌ریزن داخل این تناب رد میکنن و تو دستشون میگیرن. وقت اصل کره و دو همینه دیگه. این دو خوردن داره. خیلی زیاد بهش نمک نزنیم از اون برای بدن مضر نمیشه. خوش شد که من خالیش کنم دوباره بیاز کنم. مثلی که میگه از یه من ماست چقدر میشه کره گرفت، چون فصل زمستونه و هوا سرده و گوسفندها هم شیر زیادی ندارن، از حدوداً 6-7 کیلو ماست 600-700 گرم کره گرفته شد. در فصول دیگه مثل فصل بهار و تابستان که گوسفندها پرشیرترن نسبت کره از ماست خیلی بیشتره و شاید از 6-7 کیلو ماست بشه 2 کیلو خورده‌ای کره گرفت. از این کره بخوریم ببینیم. اینا رو خوردیم گلومون اینجوری شده. عجب چیزیه. اجازه بدیم کنم چند باعتی کرم سپاسگزارم. بعد از اینکه پوست گوسفند رو از بدنش به شکل خاصی جدا میکنن،
مردم این روستا، روستای سنجد، به اطراف و به کوه ها میرن و یک گیاه رو میچینن به اسم بورجا. اون رو انقدر میکوبن تا عصارش بیرون بیاد و با آب قاطیش میکنن. پوست گوسفند رو در داخل اون به مدت یک هفته میخوابونن برای اینکه بوی اون گوسفند ازش جدا بشه و رنگ جدیدی به خودش میگیره که تقریبا همین رنگ قرمز قهوه‌ایه. بو هم نداره، اصلا بوی گوسفند و اون پوستش واقعا جدا شده ازش. امروزه کنار گذاشتن لباس‌های محلی و عدم تولید این لباس‌ها امری عادی تلقی میشه و اگر هم کسانی مبادرت به تهیه این لباس‌ها می‌کنن، به ناچار و به دلایل گوناگون از پارچه و یراق بی‌کیفیت بیشتر چینی برای دوخت این لباس‌های محلی بهره می‌برن. در شرایطی که حتی دستمال یزدی‌های ما از چین وارد میشه، انتظار تولید چنین اقلامی در درون روستاهای ما فکر کنم کاری عوض باشه. خانم آدینه امیری مقدم از جمله هنرمندان این روستاست که هنوز هم با سعی و تلاش و جدیت به کار دوخت لباس‌های محلی مشغوله. لباس‌هایی که اگه خودش هم بخواد شاید غیر ممکن باشه تا بتونه مثلا پارچه ابریشمی محصول همین اطراف رو با نوار بافی و یراق دست ساز خاص این منطقه پیدا کنه و با اون لباس محلی اقوام ساکن در این مرک رو بدوزه. در آخر هم اگه موفق به چنین کاری بشه، هزینه صرف شده برای تهیه این لباس‌ها به قدری زیاد میشه که خریداری اون از عهده هر کسی بر نمیاد. Ben de kemer bastım.
Yeah.